درود به یکایک که شما دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زیبای زمین مهرزاد هستم. دوستان عزیزم، رفقای باحالم، با یک کار دیگه و یه اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها دقایقی مهمون مناظرتون هستم. اگه موافق باشید، که میدونم حتما هستید، با هم به اتفاق بپردازیم به موضوع بسیار جالب و قطعا کاملا جدید و عجیب امروز. دوستان، اگر خاطر مبارکتون باشه و بیننده قدیمی شبکه من باشید، حتما به خاطر دارید که حدودای پارسال یک بار و یک بار دیگه هم چند ماه پیش بودش که من به یک پدیده بسیار عجیب پرداختم. میدونید اون پدیده چه چیزی بود؟ چه سوال بی خودی کردم. خب همه ویدیوهایی که من میسازم در رابطه با پدیده های عجیب غریبه، خب معلومه نمیدونید. حالا پدیده‌ای که من در دو ویدیو به اون پرداختم صداهای مرموز آسمانی بود که در نزد مؤمنین و آقایون دیندار به نام صیحه آسمانی و در نزد عالمان و دانشمندان به نام ترومپت آسمانی این پدیده شناخته میشه. همون جور که در اون ویدیو خدمتتون عرض کردم، این صداها نخستین بار از سال 2011 به گوش رسید. در سال 2011 در کیف اوکراین نخستین بار این صداها توسط یک بانوی یوتیوبر ثبت و ضبط شد. خواهش میکنم به این پدیده عجیب یک بار دیگه کمی دقت کنید. 11 آگوست سال 2011، کیف اوکراین. ثبت تصویر به وقت محلی ساعت 11:11 بعد از ظهر. دیدید دوستان، این صدا نخستین بار در کیف اوکراین شنیده شد، اما بعد از اون در سر تا سر کره زمین، به خصوص نیم کره شمالی کره زمین، در بیشتر از 120 کشور جهان شنیده شد. باز هم اگر خاطر مبارکتون باشه، در اون ویدیو ما به بررسی علل وقوع این صدا پرداختیم که من 6 آیتم رو برای این پدیده در نظر گرفتم. با هم یک به یک اون آیتم ها رو مرور کردیم و سرانجام با عقل ناقص من و سواد کم من با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که احتمالاً، هنوزم قطعیت درش نیست، احتمالاً شاید این صداها تولید شده توسط موجودات فرازمینی باشه. خاطرتون که اومد حتما. خب حالا چرا من یک بار دیگه به این پدیده امروز به طور خلاصه پرداختم؟ حقیقتشو بخواید دوستان، انگار عجایب این کره زمین و یا به قول قدیمی ها عجایب دنیای خداوند انتها و پایانی بهش ما نمیتونیم متصور بشیم. چرا؟ دوستان، حدودای شاید یکی دو ساله یک پدیده بسیار غریب‌تر و بسیار عجیب‌تر از پدیده ترومپت آسمانی در بعضی از کشورهای جهان داره شنیده میشه. این پدیده جدید از هر بابت و از هر شکل کاملا شبیه به همون شیحه آسمانی و یا ترومپت آسمانیه. الان لابد یه سری از این دوستانی که تو اون شبکه
اینجوجه ها یه ویدیوی بلوبیم رو دیدن و یه ویدیوی هارپ رو دیدن، فکر میکنن متخصص هارپ و بلوبیم شدن و اظهار نظر میکنن که این بله من میدونم هارپه، یا میگن ما میدونیم که این بلوبیمه. خوشبختانه این پدیده این بار شکلی داره که نمیشه همچین مزخرفاتی مانند هارپ و یا پدیده نیست در جهان بلوبیم رو به اون چسبوند. حالا این پدیده چه چیزیه؟ زیاد دلتون آب نمی کنم، بذارید رک راحت بهتون بگم. دوستان، در کشور ایالات متحده آمریکا و همچنین گویا در ونزوئلا حدودای 2 ساله صداهای عجیبی از آسمون به گوش میرسه. این صدا این بار شبیه به ترومپت و یا کشیده شدن 2 فلز به روی هم دیگه نیست. میدونید این صدا این بار شبیه چه چیزیه؟ خواهش میکنم به این ویدیو توجه کنید. Now it sounds like it's coming from behind me. This is so bizarre. I better not. So it's coming off from that direction. What up, Bob? I'm trying to figure out what this sound is. It's been going for like half an hour now. You hear it? But then it'll stop and then it'll scream really loud, like a banshee. Hold on, wait. You'll hear it in a second, Bob. What up, Solomon? What up, Nessa? Hold on. That is so loud and so like eerie. It's like a banshee, blood-curdling scream. Ooh! There it is again. What is that? If anybody can recognize that sound, please tell me. Woo! It sounds like... Ah! It sounds very human. I mean, across the way here, there's no factories, there's nothing like that. So I don't, it's a field. There's my dog. Birdie! Oh! Birdie! She's saying, get back inside. What up, Shelly? Listen to this. There's this sound coming from up in the sky in this general vicinity. What up, Kristen? And like, it's been like doing this little vibration sound, and then it just lets out this blood-curdling, screamy sound like a banshee. And it's been like half an hour ever since the lightning and thunder started. Shelly, wait till it screams. Ooh! Like standing in the middle of a field right now. All right, listen, it's gonna do it any second, Shelly. Hold on. That is so fucking scary. I get goosebumps. I don't know what that is. All right, I'm going back inside. I've had enough of the screaming band. دیدید دوستان، این بار واقعا غریب و ترسناکه. موافقید؟ این صدا این بار شبیه به جیغ زن و همچنین صدای پرندگان و در انتها صدای گریه چند زنه. انگار که در وسط آسمون چندین زن دارن شکنجه میشن و هنگام شکنجه شدن از خودشون صدایی رو تولید میکنن و در انتها بعد از اینکه از جیغ کشیدن خسته میشن زیر گریه میزنن.
That is so fucking scary. I get goosebumps. I don't know what that is. All right, I'm going back inside. I've had enough of the screaming band. واقعا من نمیدونم این پدیده رو به چه چیزی ارتباط بدم. در پدیده ترومپت آسمانی ما خیلی راحت میتونستیم این پدیده رو با مثالهای مختلف و گوناگون توجیه کنیم، مثل حرکت لایه‌های تکتونیک زمین، مثل حرکت گردش زمین به دور خودش، مثل حتی همین دلیل مسخره هارپ، چون صدایی که تولید میشد صدای خشک و صدایی بود که گویا از اشیا داره بلند میشه، اما صدایی که شبیه صدای ناله یک زنه، صدایی که شبیه به جیغ زدن زنهاست، یا صدای پرندگان و یا گریه زنها رو ما چجوری میتونیم به لایه‌های تکتونیک زمین، هارپ و یا دلایل دیگه ارتباط بدیم؟ این پدیده این بار واقعا وحشتناک و شاید واقعا هراس انگیزه. خواهش میکنم به چند نمونه از این صداهای بسیار غریب که در ایالات متحده آمریکا و همچنین ونزوئلا ثبت و ضبط شده نگاه کنید. I've had enough of the screaming band. This weird sound off in the distance. I'm trying to figure out what it is. What is that? It's coming from up in the sky in that direction. And it's so loud, it sounds like screaming. And then it sounds like war cries, like right now. From up there. See that thing in the sky? When it flashes? What is that? Are you listening to that or is that? What the fuck is it? That is horrible. It might sound like somebody screaming for help in the fucking sky. The lightning sirens of a baseball field, so maybe it might be the sirens on Kyle Field, the lightning sirens. That shit would have been on KPTX though. There you go. Noise coming from right here where the school's at. I don't see nobody. You hear that? And there's nobody there. Like, nobody. This is crazy. See, the closer you get, the louder it gets. It's right there, somewhere right there where the light. Okay, so I went ahead and jumped on my bike and I'm trying to like hunt this sound down and I can't find it. It's still like way off in that direction somewhere. You hear that? It's coming from so far back there, but it's so loud.
I've never heard anything like that. Right now it sounds like bearings, like... Right now, here, it's gonna scream. That is so fucking loud. Dude, I need to call like the newspaper and find out what this is. I'm in the middle of a parking lot with a metal bike between my nuts. I should probably stand next to something else that's taller than me, huh? I mean, there's not like a railroad yard. There's not a factory. Everything's shut down right now anyways. So this morning there was a bunch of jets flying over that area where the sound's coming from, just off behind me here. And they flew around for like 45 minutes. And then we just had some really strange fucking weather all day, like on again, off again. We had big, humongous hail coming down. We had sunshine. We had thunderstorms, lightning, heavy rains. And then about an hour ago, this sound started, and it's just filling up the entire sky with this scream. Yes, Bob, it's very strange. And I've been in mechanic shops where you have like the a compact drill or something, or maybe you need to put some oil on some bearings and it's rubbing too, you know, too much, creating too much friction. This is nothing like any of that. I really seriously cannot place the sound. And I'm pretty good at doing stuff like that. And also just... it's bouncing off of the buildings behind these buildings. So it's so high up, the acoustics are actually coming down and hitting off the buildings behind these buildings. Oh man, it's such a creepy, almost sentient sound. And then you get these sounds. It sounds like a bottle rocket, like a decompression or something. And then like a warble, it warbles for a while, and then it just goes quiet, and then it just screams, blood curling, and it fills the entire sky. And it echoes again, you could hear it in your ears. Like feel it in your eardrums. Oh, that is just the scariest fucking death scream. What is that sound? Ugh. All right, I'm going back inside.
عجیب بودن. نه؟ خب دوستان، درباره این پدیده بسیار جدید که شاید برای نخستین بار در شبکه فارسی زبان‌های جهان من دارم به این پدیده اشاره می‌کنم، هیچ کس هیچ نظریه و هیچ دلیل و توجیهی رو تا به امروز نیاورده که من بخوام در رابطه با اون با شما سخن بگم. بذارید راحتتون کنم. در رابطه با این پدیده و این صداها، نه تنها شبکه‌های فارسی زبان بلکه حتی شبکه‌های انگلیسی زبان هم گویا در جریان نیستند و من خدمتگزار شما مهرزاد شاید برای نخستین بار در کل جامعه فارسی زبانان دارم به این پدیده و این موضوع بسیار غریب و جدید اشاره می‌کنم. بهتون قول میدم تمامی این صداها کاملا واقعی، حقیقی و بر پایه راستی و صداقت ثبت و ضبط شده و هیچ گونه کلک، فتوشاپ، نمیدونم تروکاج در این صداها به کار نرفته. این صداها رو من به وسیله دستگاه آنالایزر، خیالتون راحت، کاملا آنالایز کردم و مطمئن باشید که هیچ دخل و تصرفی در این صداها رخ نداده. این صداها به قول علمای سینمایی کاملا راو و ناب و خالص هستند. این پدیده، پدیده بسیار نادر، عجیب و گویا در حال گسترش و رشد در سراسر جهانه، چرا که در ابتدا فقط در شهر تگزاس ایالات متحده آمریکا این پدیده شنیده میشد، اما در سال 2021 این پدیده به شهرهای دیگر آمریکا و اخیراً هم به کشور ونزوئلا راه پیدا کرده. شایعه‌ای شنیدم که البته از صحت و سقم اون کاملا مطمئن نیستم، اما گویا این پدیده در آرژانتین و همچنین در شوروی هم شنیده و دیده شده، اما من نمیتونم اون رو به شما دوستان عزیزم بگم چون هیچ سند و مدرک معتبری و یا ویدیویی که در این زمینه باشه من نتونستم به دست بیارم. اما اگر این شایعه حقیقت داشته باشه، گویا همینطور که پدیده ترومپت آسمانی ابتدا از کیف اوکراین شروع شد و بعد سرتاسر کره زمین رو در نوردید، این بار این پدیده از غرب کره زمین، از شهر تگزاس گویا آغاز شده و کم کم داره سراسر کره زمین رو در می نورده. پس منتظر باشید، احتمالاً شاید تا چند ماه آینده، شاید هم تا یکی دو سال آینده در ایران هم شما بتونید بشنوید.